هیبت الله آخوندزاده سرپرست وزارت معارف طالبان را از سمتش تبدیل کرد. یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسید. انفجار در شهر کابل تلفات بر جا گذاشت. فرماندهان ازبک تبار طالبان با مارشال دوستم بیعت کردند و جبهه مقاومت ملی و جنبش اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم در تاجیکستان به تفاهم رسیدند. مشروع خبرها. هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان روز سه شنبه تحت دستور نورالله مونی سرپرست وزارت معارف طالبان را از این سمت برکنار و نام برده را به حیث رئیس دارالانفای مرکزی تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در توییت فهرست از تقرری‌های جدید را نشر کرده است که به دستور رهبر این گروه در سمت‌های مختلف تعیین شده‌اند. بر اساس این فهرست رهبر طالبان مجموعاً 13 جابجایی تازه در سطح مرکز و ولایات صورت گرفته است. این نخستین بار است که هیبت الله آخوندزاده چندین مقام این گروه به شمول سرپرست وزیر معارف را همزمان از یک سمت به سمت دیگر تعیین کرده است. بر اثر این دستور حبیب الله آقا رئیس کنونی شورای ولایتی قندهار به حیث سرپرست وزارت معارف طالبان تعیین شده است. طالبان در مورد تقرری‌های جدید تا حالا هیچ دلیل ارائه نکردند. این در حالی است که با وجود تاکید پیهم برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، نورالله منیر به تاریخ 11 سپتامبر گفت که در مناطق دورافتاده مردم نمی‌خواهند که دختران 16 ساله خود را به مکتب بفرستند. اما پس از اظهارات این مقام طالبان، شمار از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویر و ویدئوهای مردم را در چندین ولایت به شمول قندهار نشر کردند که آنان خواهان بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسید. بانک مرکزی از رسیدن یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل خبر می‌دهد. بانک مرکزی طالبان پس از چاشت روز چهارشنبه سیوم سنبولت در رشته ویدهایی گفته است که این بسته کمکی به عنوان بخشی از کمک های نقدی سازمان ملل به افغانستان فرستاده شده است. بانک مرکزی از ارسال این بسته کمکی به افغانستان استقبال کرده و خواستار تعامل در دیگر بخش ها شده است. در ماه جاری این چهارمین بسته کمکی 40 میلیون دلاری است که به افغانستان ارسال می شود. انفجار در شهر کابل تلفات بر جا گذاشت. منابع مردمی در شهر کابل از وقوع یک انفجار در این شهر خبر می دهند. این انفجار چاشت امروز چهارشنبه سیوم سنبله در نزدیک ساختمان شرکت برشنا واقع در منطقه دیمزنگ شهر کابل رخ داده است. گواهان می گویند که این انفجار در داخل یک رستوران به وقوع پیوسته است و بیشتر قربانیان کارمندان شرکت برشنا است. به گفته گواهان، کارمندان شرکت برشنا به خاطر صرف غذای چاشت به این رستوران رفته بودند. در نوارهای تصویری نشر شده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی مردم در حال انتقال قربانیان دیده می‌شوند. ابو مسلم شیزاد در صفحه رسمی تویتر خود چنین گزارش می‌دهد: موجودیت مخدوم عالم و قاری صلاح‌الدین ایوبی منزوی شده در فاریاب خطرناک بود. آماج نیوز در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: تعیینات تازه طالبان، مخدوم عالم فرمانده امنیت طالبان در غزنی شد. طبق تعیینات تازه طالبان، مخدوم عالم فرمانده ازبک تبار آنان که سال گذشته به اتهام ربودن عبدالرؤوف کودک بلخی بازداشت شده بود، به حیث فرمانده امنی این گروه در غزنی گماشته شده است. یار محمد دوستم در تاجیکستان با یک دیپلمات در دوشنبه گپ زده می‌گوید: پس از چراغ سبز ترک ها، یار محمد دوستم با فرماندهان جنگی ترک تبار به تاجیکستان آمده و در حال انسجام نیرو در برابر طالبان است. برخی فرماندهان مدره و ناراضی ترک تبار و طالبان در شمال نیز با دوستم ارتباط دارند. مارشال دوستم رهبران سیاسی افغانستان را به جنگ علیه طالبان فراخواند. مارشال عبدالرشید دوستم معاون اول دولت پیشین افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی در مراسمی که به مناسبت 11مین سالگرد ترور برهان الدین ربانی به صورت مجازی برگزار شد، خطاب به رهبران سیاسی غیر پشتون گفت طالبان مردم را به طور دستجمعی وادار به ترک خانه هایشان و کوچ اجباری میکنند و باید پیش از نابودی علیه این گروه اقدام کرد. دوستم گفت: ای ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها و تاجک ها، تاریختان گم می شود، فرهنگتان گم می شود، شخصیت هایتان گم می شود،
پیش از نابودی اقدام کنیم و دشمنانمان را نابود کنیم. دوستم گفت شمار شهدا به شمار است و رهبران سیاسی نیز یکی پس از دیگر در پای توطئه کشته شدند و اکنون چند نفر انگشت شمار از جمله خود او باقی مانده است. دوستم گفت طالبان در شمال افغانستان به بهانه های مختلف ساکنان بومی را وادار به ترک خانه هایشان و کوچ اجباری می کنند و گورستان های ازبک ها را در جوزجان تخریب می کنند. دوستم از هم رهبران سیاسی و جوانان افغانستان خواست با هم متحد و یک دست شوند تا افغانستان یک بار دیگر از سلطه طالبان آزاد شود. در این میان او کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان را به دریافت پول و اطاعت از پاکستان متهم کرد و گفت مانند استاد کریم خلیلی نکنیم که 4 قران از پاکستان گرفت و از ترس نتوانست به جلسه ما بیاید. این گونه رهبران را از کنار خود دور کنیم. دوستم در ادامه افزود که هم از سران احزاب باید متحد بمانند و دنبال پول ثروت نروند. او گفت در هماهنگی با احمد مسعود تلاش میکند تا صفوف مبارزه با طالبان را قدرتمند بکند. دوستم از نیروهای جبهه مقاومت ملی که در پنجشیر و اندراب علیه طالبان میجنگد ستایش کرد و گفت فرزندم یار محمد با جنرال های حزب جنبش با فرمان احمد مسعود به تاجکستان رفتند. دوستم افزود در صورت کمانگی ایجاد شود بازپسگیری ولسوالی های شمال از طالبان برای نیروهای او آسان است. او از ملا فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع طالبان به عنوان ملا فاضل بدبخت یاد کرد و گفت او هر روز به شمال می رود و ساکنان بومی شمال را اذیت می کند. دوستم در مورد تلاش هایش برای سازماندهی جنگ علیه طالبان گفت من و احمد مسعود می نشینیم و در مورد اوضاع بحث می کنیم. یک روز این بدبخت ملا فاضل را به دست مردم شمال می سپاریم. دوستم گفت طالبان و در رأس آن ملا فاضل تلاش می کنند 2 میلیون مهاجر بینام نشان را به شمال بیاورند و مردمان بومی را وادار به ترک خانه هایشان و کوچ اجباری می کنند. دوستم در بخش دیگر از سخنانش در مورد حضور تروریست‌های خارجی در افغانستان گفت کشورهای آسیای میانه از وجود تروریست‌ها در داخل افغانستان نگران شدند. دوستم خطاب به کشورهای منطقه و جهان گفت شما جبهه مقاومت ملی و شورای عالی مقاومت ملی حمایت کنید. در 15 روز طالبان را از کوتل سبزک هم دورتر می‌نانیم. عبدالرشید دوستم طالبان را شیطان پرست خطاب کرد و گفت که این گروه خانه های ازبک ها را در جوزجان آتش می زنند و به مردم می گویند کار جنها بوده است. او افزود چرا خانه یک پشتون را در قندهار جنها آتش نمی زند. دوستم گفت یک بار دیگر افغانستان از سلطه طالبان آزاد خواهد شد و این بار نظام غیر متمرکز برقرار خواهد شد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.